بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بزرگ توانا شما را خوش آمدید میگیم بیننده های عزیز به یک دیگر از گزارش های ورزشی تلویزیون اینترنتی آشنا. امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشید و همچنان به خاطر تعقیب ویدیوهای بعدی چینل ما را سابسکرایب و لایک بکنید و همچنان لایک و کامنت از ازتان رود. بیننده های عزیز، شورای مدنی جوانان دایمیداد برای هفتمین سال پیاپی جام را تحت عنوان جام وحدت و همدلی دایمیداد برگزار میکنند که خوشبختانه امسال هفتمین دور جام وحدت و همدلی را برگزار نموده و امروز ما شاهد برگزاری فینال هفتمین دور جام وحدت و همدلی هستیم که البته در فینال امروز دو تیم صداقت رازی دایمیداد و همچنان تیم شهید حسین به فینال این مسابقات را یافته که مسابقه خواهد انجام داد و همچنان مسابقه که فعلا شما در جریان هستید میبینید در تصویر مسابقه رده‌بندی بین تیم سارالا اف سی و تیم هدف است. سخنهای بیشتر و جزئیات و حاشیه های بیشتر این دوره تورنمنت و فینال مسابقات را با ما تا پایان برنامه دنبال میکنید. با سلام مجدد بیننده های عزیز، صحبتی داریم با مربی یکی از تیم های فینالیست تیم صداقت رازی دایمیرداد که ازشان در مورد برگزاری دور تورنمنت و همچنان در مورد نحوه برگزاری فینال ازشان و همچنان آمادگی تیم میپرسیم. سلام به شما آقای صاحب. سلام، خیلی خوب هستین؟ بخیر. تبریک میگم در نخست که شما رفتین به فینال. تبریک باشه. تشکر، زنده باشید. و شما در مورد تورنمنت اگر در مجموع معلومات بتین که چند سال است تورنمنت برگزار میشه و شما چند سال است حضور دارین در تورنمنت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، سلام خدمت شما. ما این سال هفتم است، هفتمین دوره تورنمنت ولسوالی دایمیرداد جام وحدت و همدلی برگزار شده و در این هفتمین ساله که انشاءالله بچه ها با آمادگی کامل آمده تا فاینال بشه. و شما بخیر فینال شدین. حریفتون کیست؟ ما با تیم قدرتمند است به نام تیم شهید محمد حسین. درست. از آمادگی بچه ها بگوین چه رقم از خیلی آمادگی کامل دارن برای برگزاری مسابقه فینال؟ بله، دقیقا بچه ها بسیار با انگیزه، بسیار با شجاع، بسیار قدرتمند ظاهر شدن که در فینال هفتمین دوری فوتسال جام وحده و همدلی رسیدن. درست است. اگر کوتاه هرچند اگر نظرش دوستا مشخص پرسان بکنیم شاید مربی تیم صداقت رازی تیم خود بوده، اگر هم قضاوت مدت چند سال که فوتبال مثلا مربیگریش بوده قضاوت داشته باشن به نظرشان چی تیمی برنده خواهد شد به نظر شما هست؟ خب بازی طوری است که پیشبینی نمیشه، اما ما با آمادگی کامل با شجاعانه که بچه ها در ویژه جان نهفته هست میشه را بومید خدا با صراحت گفته میتونید که پیروزی و قهرمانی از تیم صداقت رازی دایمیرداد میشه. از حمایت مردم بگوین، از حضور تماشاچا که در جمنازم میاد چه رقم تیم حمایت میکنه نمیکنه؟ والا اینکه تمام بیننده و دوستداران که تشویقشان باعث رشد و مشوقی تیما هستند، ولی واقعا بیننده و اینا دوستا حضور پرگرم میشن، واقعا با تاثیرگذار است در روحیه بچه بالای روحیه ورزشکارا، بالای روحیه بچه ها بسیار تاثیر فوق العاده داره. بخاطر همین هم بچه ها تو باور کرده از سال اول الی هفتم بچه ها بسیار روش کردن، حتی
بچه های ما چندین روز در تیم ملی را یافت. درست. چون ما چندین دوره در ولایت میدان‌آباد قهرمان قماتین چندین دوره در خود ولسوالی دایما تا قهرمان شدیم. بچه ها بسیار با روحی بالا ظاهر شدیم. با ادامه صحبت های ما این بار رسیدیم به پیش یکی از مربی های فینالیستی دور که مربی تیم شهید محمد حسین هستند. صحبت های را در مورد تیم فینالیست و تیم شگفت ساز این دور از مسئول تیم مربی تیم جناب آقای بهروز میشنویم. سلام با شما بهروز. سلام علیکم. بسیار زیاد خوش شدیم که شما را دیدیم و تشکر از تلویزیون شما. در کل بهروز صاحب اگر در ابتدا معلوماتی در مورد تیم شهید محمد حسین بتیم، چه زمانی تأسیس شده و حضورش در تورنمنت هفتمین دور چطور بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تیم شهید محمد حسین حدود 6 سال تأسیس شده، با هم که بازیکنهای زیادی در درون این تیم رشد کردن و بعدا پراگنده شد، چندین بار ما تیم تشکیل دادیم. خلاصه اصلی پایه، اصلی ستون تیم در سال 93 تشکیل شد. درست. که ما این تیم به نام شهید بزرگوار خود که در راه آزادی و در راه چی آزادی شهید شدن، ما نامگذاری کردیم و این تیم حدن اولین گامی را در تورنمنت علاءالدینی گذاشت و بعد این سال اولین بار است که در تورنمنت جام وحدت و همدلی مردم در مرداد اشتراک میکنیم و ما انتظار ای را نداشتم که تیم ما در اولین اشتراک خود، در اولین گام خود به فینالیست برسه و مرحله فینال برسه و ای از کوشش و تلاش تیم من بود و تیم ما واقعا بچهای تیم، بچهایی که زحمت میکشند، خیلی زیاد زحمت کشیدند، عرق ریختند و ای از کوشش تلاش اونا بود و این ما تمام موفقیت های تیم خود مدیون بازیکنهای خود است. درست. جناب بهروز صاحب اگر از انگیزه و آمادگی بچه ها در مورد برگزاری مسابقه فینال بگیم که با چه انگیزه وارد میدان شدن و طبیعی است که هر تیمی کوشش میکنه اول شود. بله. شما در مورد تیم خود بگیم که انگیزه بچه ها در کل بخاطر برگزاری مسابقه فینال چی است؟ ما از اولین وقتی که ما ثبت‌نام کردیم در جام وحدت و همدلی، تیم ما به هدف قهرمان آمده بودن که قهرمان شوند، که از روحی خیلی بالای برخوردار هستند تیم ما. انشالله که به این نتیجه میگیریم و پیروز میشیم. ما به اینو به روحی برد آمدیم. درست. بسیار عالی است. پیش بینی شما از بازی چی است؟ کوتاه بگویید. بازی فصل پیش بینی نمیشه. بازی پیش بینی نمیشه. درست. اما پیش بینی ما کوشش خود میکنیم. احتمالاً شاید تیم صداقت که یک تیم کارکشته یک چند سال است، شاید او ببره، شاید هم ما پیش بینی هاتون خما خود برای برد آمدیم. کلان برای برد آمده. درست. بازم پیش بینی نمیشه دیگه، بازی است دیگه. ان شاء الله موفق باشیم. Thank you.
با سلام مجدد بیننده های عزیز. البته در کنار ما فعلا شخصیتی فرهنگی دای مرداد جناب آقای رحیمی هستند که از ایشان در مورد برگزاری مسابقات و همچنان که رئیس اسبق بودن از ابتدای تاسیس شورا و همچنان که چطور اولین جام را برگزار کردن برای ما معلومات بدن. سلام به شما. تشکر خدمت شما و همچنین سلام و درود خدمت شما و تمام بیننده های عزیز. دقیقا هفتمین سال هستم که تورنمنت بین تیم های ورزشی در سطح ولسوالی دای مرداد برگزار میشه. هدف اصلی تورنمنت در واقع ظرفیت سازی ورزشی جوانان هست و بر علاوه از وحدت و همدلی هستند. پیام از این تورنمنت ها دقیقا همو صحتمندی برای جامعه دای مرداد برای کل کشور هستند. ولی دقیقا هفتمین دوری که امسال برگزار شده داره یک پیام جدید هست و به این معنا که دقیقا این مردم و این جوانان و این ورزشکاران پیامشی هست. اگر در واقع یک وضعیتی به سرنوشتی هستیم، اگر در یک سرزمین زندگی میکنیم که هنوز هم حکومتی از این سرزمین یا حکومتی مردم به رسمیت حتی شناخته نشده، یعنی حتی در این وضعیت هنوز هم همو ذهنیت ورزشی و همو ذهنیت تحصیلی همچنان در وجود از اینا زنده هستن و این را ادامه خواهد داد. جناب رحیمی صاحب، شما از ابتدای تاسیس نهاد بودین و همچنان اولین جامی که برگزار شدن شما بودین. کوتاه بگوین فرق بین دور هفتم و اولین دوری که برگزار شده بود در بچه‌ها، در انگیزه بچه‌ها چگونه شما پیش بینی میکنین و چگونه میبینین؟ دقیقاً از ابتدای از یعنی 7 سال پیشی که برگزار شد، او زمان به این سطح توانمندی که بالاخره امروز ورزشکارای ما هستن در همچون سطح نبود. یک هماهنگی به تمام معنا ایجاد شد، یک شناختی از هم دیگر ایجاد شد و دقیقا امروز ظرفیت هایی را در اینجا پرورش یافته که سرش افتخار میکنیم. دقیقا این یک رو به بهبود هستن و این روند ادامه خواهد داد. درست. امروز هم مسابقه فینال است بین تیم صداقت رازی دای مرداد و تیم شهید محمد حسین. یک پیشبینی را از آقای رحیمی داشته باشیم که چگونه پیشبینی میکنه در این مسابقه امروزی را به نفع کدام تیم؟ دقیقا خود پیشبینی سخت هستن، یک میتونیم بگویم که یک چانس هستن، ولی با وجود از تیم صداقت یک تیمی هستن که سالهای قبلی خوب درخشیدن، در امی روند تورنمنت امسال هم خوب درخشیدن، به احتمال اغلب قهرمانی رزانی آقای صداقت یا از تیم آقای صداقت. درست است. بسیار زیاد تشکر رحیمی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نجیب الله جوادی هستم و یک از اشتراک کننده های این تورنمنت و انگیزه ما از این تورنمنت ای است که از مخدرات دوری کنیم و همیشه صحتمند باشیم و برای جوانایی که اینجا ورزش میکنن همیشه صحتمند میباشن و یک ورزش که است نماد صلح و امنیت و آرامش میباشه و کاری است که جوانا و غیر جوانا را از کارهای دوری از مخدرات و غیر چیزا. رحمان رحیم، امروز در فاینال مسابقه جام وحدت همدلی قرار داریم. جام وحدت همدلی حدود 7 سال پیش در شهر کابل در استقبال گسترده مردم به تاریخ این زمین ساز وحدت و همدلی در یک رول بسیار خوب را بازی کردن. مردم دای مرداد یک مردم زحمتکش، یک مردم ستم دیده و رنج دیده، با برگزاری و تورنمنت واقعا میتونه جوانای ما در حلقه وحدت و همدلی خود بدرخشن و خود بازی کنن که خوشبخت کنه. ما در طول دو هفت سال نتیجه بسیار خوب و معدد شده از فوتبال در عرصه وحدت و همدلی میان مردم دای مرداد از اقشار مختلف، از ساحات مختلف، باعث شناخت و باعث یک روحیه همدیگر پذیری در دای مرداد ایجاد شد. ما قبل از فوتبال جامعه دای مرداد را دیده بودیم،
متاسفانه دوچار پراگندگی زیاد بودن که با فوتبال ما تونستیم دوباره این وحدت همدلی را یک بار دیگر در جامعه دایمرداد برمغان بیاریم که این افتخار را شورای مدنی جوانان دایمرداد که شخصا خودم افتخار عضویت شورا را داشتیم و 7 سال پیش با چالش های مختلف با مشکلات های زیادی این جام برگزار کردیم. خوشبختانه امروز تورنمنت ما یکی از تورنمنت های موفق در سطح کابل هست و مردم دایمرداد گفته میتونیم که مؤسس و بنیانگذار تورنمنت های قومی در سطح افغانستان و خصوصا مردم هزاره هست. تیم صداقت رازی دایمرداد فعلا و اختتامیه 7 دور سابقات جام وحدت و همدلی مردم دایمرداد قرار داریم. تیم صداقت رازی دایمرداد خوشبختانه موفق شد در این دور از تورنمنت و فاینل مسابقات را پیدا کنه و خوشبختانه مقام قهرمانی این دور از آن خود بسازه. 7 دور تورنمنت جام وحدت و همدلی مردم دایمرداد موفقانه با پایان رسید و جا داره یک تشکری خاص بکنیم از مسئولان شورای مدنی جوانان دایمرداد و تمام هوادارا و مردم عزیز دایمرداد که تشویق کردن. 7 سال است که تشویق میکنن جوانای خود و ورزشکارای خود و در این دورم تشویق پرشورشان داشتم من با خود. ما از طرف تیم صداقت رازی دایمرداد ازشان تشکری میکنم و موفقیت بیشتر شونه از خداوند خواهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت بیننده های عزیز. این جناب علی اصغر سهرابی مسئول شورای مدنی جوان دایمرداد هستیم. امروز در فاینال 7 دور تورنمنت جام وحدت و همدلی مردم دایمرداد قرار داشتیم که تیم صداقت رازی دایمرداد به عنوان قهرمان این دوره و تیم شهید محمد حسین به عنوان نایب قهرمان و تیم هدف دایمرداد به عنوان تیم سوم و تیم سارالای اف سی به عنوان تیم چهارم این دوره تورنمنت به پایان رسید به طور موفقانه. شکر.
با سپاس ویژه از همراهی شما تا لحظات اخیر برنامه و همچنان تبریک میگیم پیروزی تیم صداقت رازی دایمیدار در هفتمین دور مسابقات جام وحدت و همدلی مردمی دایمیدار و همچنان سپاسگزار هستیم از هیئت برگزار کننده مسابقات هفتمین دور و همچنان یک تشکری خاص و ویژه داریم از کامرمین امروز برنامه استاد رحمت الله دانشجو. این بود برنامه امروزی ما، تا دیگر برنامه های تلویزیون اینترنتی آشنا بدرود.